به نام خدا و سلام و عرض ادب خدمت مسئولین نهایت عزیز و گرامی، امیدوارم همه صحت و سلامت باشند. به تعقیب درس های گذشته می رسیم به یک بخش مهمی دیگری از راهبرهای مالی که عبارت از سه عامل مهم در عملکرد مالی و وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی. این سه عامل ما در این بس تحت پوشش خود قرار دادیم و همه قسمی که در درس گذشته در ارتباط به اهداف راهبرهای مالی مطالعه کردیم، حالا این سه عامل مهم هم در یک جلسه دیگر خدمت شما عرض میکنم. امیدوارم که شما در پایان از جلسه بدانین که این سه عامل مهم که عبارت از عمل کرد و وضعیت و انعطاف پذیری است، اینا چی هست و اینا چی به درد میخوره و اینا چی کمک میکنه در قسمت راهبرهای مالی. میپردازم به بحث امروزی. در اینجا این سه عامل چیه؟ اولین عامل از اینه که وضعیت مالیه. در وضعیت مالی ما چیکار میکنیم؟ وضعیت مالی یک شرکت تجارتی که در برگنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت دیون ظرفیت سازگار با تغییرات محیط و عملیاتی است. خب چیزی که البته ما در اینجا میبینیم و اما قسمی که در شما خواندم، شرکت ها چه مقدار منابع و امکانات مالی را در خود داره و این منابع و امکاناتی که در اختیار داده چی است؟ چه امکاناتی را داده؟ این امکانات چیه؟ عبارت از اونمو دارایی شرکت، اونمو خلاصه دار و ندار و روابط شرکت است و قراردادها و گذشته شرکت است که در حقیقت اعتبار شرکت است، نوع فعالیت شرکت است، کیفیت کار شرکت است و اینا چیزی است که به عنوان منابع شرکت شمرده میشن. شما شود سوال در ذهن شما بیاید که ارتباط شرکت به چی مفهوم؟ ارتباط شرکت به این مفهوم که شرکت چند بار قرارداد کرده با کی؟ در حقیقت هر قراردادی که میشه یک نوع رابطه شرکت با نهادهای دیگه برقرار میشه. با برقراری یک قرارداد در حقیقت یک رابط برقرار شده و این رابط ها مهمه. دیگه مهم چیزی که دیگه مهمه یه منابع مثلا کارهای شرکت و سابقه شرکت و کیفیت کار شرکت هست. شرکت چقدر که کار کرده باشه، چقدر که پروژه های زیادی را پاس کرده باشه یا تولیدات بیشتری را کرده باشه و به عمر خود به گذر زمان به عمر خود ادامه داده باشه، هر چقدر که این زمان میگذره در حقیقت نشان دهنده موفقیت شرکت در این عرصه ها هست و این در حقیقت یک منابع است. دیگه بحث مهمی در وضعیت مالی شرکت اینه که ساختار مالی شرکت باید ما بفهمیم. در ساختار مالی شرکت چی مفهوم می؟ این به این مفهوم که همون قسمی که شما در بودجه میبینین که بودجه به بخش های مختلف تقسیم شده، به بخش های خرد و ریز تقسیم شده و اینا کوتا از بالا به پایین همون خرد و ریز شده رفته. فرض مثال کل افغانستان، بودجه کل افغانستان ممکن اول به سه بخش تقسیم شه، به سه بخش مثلا در قوه اجرایه، قوه قضایه و قوه مجریه و همین رقم در قوه مجریه در بخش های وزارتخانه مختلف تقسیم شده و در وزارتخانه ها وقتی تقسیم میشه در هر بخش از خود یک کد اختصاصی داده که ما او رو به عنوان تخصیص میگیم که در کدام بخش چه مقدار پول اختصاص داده شده. تخصیص یعنی به معنی اختصاص، پول اختصاص داده شده در یک بخش. فرض مثال اگر یک جای رنگ یا بالاخره یک جای مثلا یک پایب یا بالاخره لیک میشه، در هر یک از اینا یک پول مخصوصی هست. مثلا در تیل موتر یک پول مخصوصی هست، در ماش کارمندان پول مخصوصی هست، در سفر پول مخصوصی هست، در خریداری ها پول مخصوصی هست. پیش از اینکه ما ببینیم میبینیم که در امو بخش یا در امو کد پول هست یا نیست. اگر پول بود شما میتونید از امو بخش مصرف کنید، اگر نبود نه. در حقیقت یا بازور بالاخره دست اندر کارا میتونه که اگر نیاز بود از بخش های دیگه انتقال بده با اجازه گرفتن وزارت مالیه. یعنی ساختار مالی در حقیقت اونمون نشان میده که این دارای چه ساختاری هست، همین تقسیمات مصرف چگونه تقسیم شده به بخش های مختلف در دپارتمنت ها یا بالاخره در چه. عین قصه رو شما میتونید در شرکت ها ببینید که شرکت ها چگونه ساختار مالیش به بخش های مختلف تخصیص شده. همین قسم میتونید شما در قسمت وقتی ساختار مالی میگم در قسمت عواید عین رقم کی ما از کدام بخش ها عواید به دست میاریم. حالا ما کل بخش ها عواید نمیاره. مثلا فکر کنید شما اگر وزارت محترم معارف در نظر بگیرین، اون معلمین و اون مصارف یا اون مکاتب جز مصارف دیگه عوایدی نداره و ممکن عواید داشته باشه اما در یک بخش های دیگه مثلا در قسمت توزیع دیپلم ها وقتی کسی که دیپلم توزیع میکنه از اون ممکن یک مقدار پول بگیره بدزی اونجا عواید داره اما اون مکاتب چی عواید داره؟ یک ممکن هیچ عوایدی نداشته باشه
ولیکن در همه جای رقمی نیه، ولیکن در جاهای دیگه هست. فرض مثال اگر ما وزارت داخله را در نظر بگیریم، میبینیم که در بخش‌های مختلف از این شاید عواید مختلف داشته باشه. فرض مثال پاسپورت عواید داره، مثلا ممکن در قسمت توزیع بعضی از اسنادی که مورد ضرورت کسایی هست که او را مطالبه میکنه، اونا از او بخش عواید داشته باشه. یا فرض میکنیم مثلا ما شما شاروالی را در نظر میگیریم، شاروالی در بخش‌های مختلف عواید مختلف داشته، مثلا در بخش تنظیم یا تنظیف یا پاکاری شهر در پالی ازی که مثلا اون دو بخش مصرف داره و یک چیز دیگه داره به نام کتابچه شایی صفایی که در حقیقت در سالانه از هر خانه از هر اپارتمان اونا یک بخشی داره، یک کتابچه داره که به نام کتابچه شایی صفایی ات میکنه و از این طریق چی به دست میاره؟ آوایید به دست میاره. و یا مثلا در بخش جریمه هایی که شاروالی داره یا در قسمت ازی، یعنی منظور ازیه که به بخش های مختلف آوایید چیکار شده؟ تقسیم شده و ساختار مالی منظورش از این دیگه. در بخش وضعیت مالی چیزی که البته مهمه ایه که وضعیت نقدینگی شرکت چیه؟ یعنی وضعیت نقدینگی که میگیم قدرت پرداخت یا توانایی پرداخت شرکت در بخش های مختلف چگونه است؟ چه قراره؟ آیا اینا پرداخت خیلی بالا رو داره؟ کم داره؟ چی کاره؟ و سازگاری شرکت چیه با تغییرات محیط؟ مسئلین عزیز چیزی مهمه ایه که در بحث امروزی محیط زیست از بحث های خیلی پیچیده و از بحث های خیلی داغ و روز و ضروری جهان است که ما هم بخش از جهان هستیم. ما هم نمیتونیم خود را بگیم که ما بخش از جهان نیم. بالاخره در هر بخش یک مسئولیت داره شرکت در برابر محیط زیست. و در اینجا این سازگاری ها که باید خود ما چیکار کنیم؟ با محیط سازگار کنیم. بس این نیه که ما محیط تخریب کنیم، بس اینه که به هر میزانی که خلاصه شرکت کار میکنه باید سازگاری داشته باشه. این سازگاری ها باید در راپورها مهمه، در راپورها که ما باید ببینیم چه مقدار سازگاری داره. فرض مثال ما یک شرکتی را داشتیم که اونا چیکار میکرد؟ بیشترین برقی که مورد نیازی که اینا قرار داشته اینا چیکار میکرد؟ از منابع تجزیه پذیر یعنی از سولرها استفاده میکرد یا از برقایی که توسط باد تولید میشه. اینا در حقیقت اگر باشه یک مزیت است در حقیقت در قسمت وزارت مالی یا در قسمت مالیات. خیلی وقتا در دولت ها مزیت میده، یعنی چی رقم بگم؟ به خاطر تشویق سایر شرکت ها در درجه که همکار محیط زیست باشه به اونا چی کار میده؟ یک تخفیف مالیاتی میده که تشویق شود شرکت ها در اون عرصه سرمایه گذاری کنه و از اون منابع تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنه. در حقیقت آیا شرکت ما هم سازگاری داره؟ اگر داره این رو باید ما در راهپرهای خود در نظر بگیریم. اگر داره باید این را چی کار کنیم؟ ما در نظر بگیریم که تا برای از اونا نشان بدیم که ما هم سازگاری ما با محیط خیلی خوبه. و یا اگر نیست هم خلاصه باید اون نقاط رو باید در نظر بگیریم. دیگه چی مهمه که در وضعیت مالی باید بیلانس شرکت داشته باشه. وقتی ما بیلانس میگیم بسیار به کلمه ساده بیلانس شرکت رو نشان میدیم. این بیلانس خیلی حرفا و حدیثایی داره در خود که قابل تجزیه و تحلیله. باید ما اون ارقام و اعداد رو تمام این نقاط رو باید ما وقت راپور مالی رو در نظر میگیریم ترتیب میکنیم، باید این نقاط ها رو در نظر بگیریم تا اینکه یک راپوری خیلی منسجم و کارایی را داشته باشیم. بحث دیگر چیه؟ یعنی جزی به چیه؟ عملکرد مالی یک شرکت. عملکرد مالی یک شرکت نتیجه حاصل از منابع تحت کنترل شرکت تجارتی میباشه و اطلاعات درباره مفاد و ضرر در قد امور و غیره. عملکرد مالی چیه؟ عملکرد وقتی میگیم یعنی کار شرکت. در اینجا چیزی که مهمه ایه که شرکت چی فعالیت را انجام داده و فعالیت های شرکت در راپورهای مالی، در اهداف راپورهای مالی خیلی مهمه و عملکرد شرکت مثبت، کارهای مثبت شرکت باید در راپورهای مالی در نظر گرفته شوه. و چیه در حقیقت عملکرد شرکت؟ وقتی ما میگیم در حقیقت اونم بیلانس مفاد و ضرر، یا اونم بیلانسی هست که ما در حقیقت در روی بیلانس مفاد ضرر در حقیقت امون نتیجه عملکرد شرکت را نشان میدیم. در حقیقت چیکار میکنیم؟ چقدر عواید کرده؟ چقدر مصارف کرده؟ در بخش مصارف ممکن ما اون بخش مثل پیشتر محیط زیست بود، ما چقدر در قسمت محیط زیست کارایی کردیم که جزء مصرف ما بوده در حقیقت به عنوان یک مصرف، ولیکن به عنوان یک هم کار محیط زیست ما در این بخش کار کردیم و گام های رو برداشتیم. اینا رو باید واضح شود دیگه. و در عملکرد شرکت هم وقتی نشان میدیم باید اونو عملکردها باید برجسته شوه و نشان داده شوه که در این بخش این چه کارهایی صورت گرفته. و جزء جیمش چیه؟ انعطاف پذیری های مالی. انعطاف پذیری های مالی در حقیقت عبارت از توانایی شرکت مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییرات و میزان جهت تغییرات میزان و زمان
و همچنان جریان نقده می باشد که شرکت بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظری واکنش از خود واکنش نشان دهد. این بچه مفهوم این تفاضلی مالی بعضی وقتا یک تغییراتی هست که در آینده ما پیش بینی می باشیم. ما منتظر تغییرات در آینده هستیم و این تغییرات زیر نظر داریم و از این تغییرات چه فرصت ها به وجود میاد و چه چالش ها هست. این فرصت ها و چالش ها را باید در نظر داشته باشیم، در راهبرهای مالی خود باید ما را در نظر بگیریم. به چی مفهوم؟ فرض مثال ما در فعلا در عصر قرار داریم که بحث پروسه صلح در افغانستان جریان داره. در این پروسه صلح هیچ کسی نمیتونه که صلح سرنوشتش چی میشه، ولیکن هیچ شرکتی هم نمیتونه این را نادیده بگیره که پروسه صلح در افغانستان به چه نتیجه میرسه. این پروسه صلح در حقیقت یک فرصت هم هست برای شرکت ها و همچنان در عین حال که فرصت است یک چالش است، یک رنج است. به چه مفهوم؟ ممکن این پروسه به نتیجه برسه. اگر این پروسه به نتیجه برسه، شرکت ها به عنوان یک فرصت میتونه در آینده ها خیلی نقش اساسی رو داشته باشه. مثل اینکه وقتی دهه دموکراسی شروع شد، بعد از جلسه بون کسایی که شرکت هایش فعال بود اینا تونستن خیلی خوب عمل کنه و خیلی خوب عمل کنه و خیلی خوب پیشرفت خیلی خوبی داشته باشه. در حقیقت بعد از اون یک فرصت بسیار استثنایی بود که برای کسایی که شرکت هایی که فعال بود دیگه این فرصت تکرار نمیشه. ولیکن در عین حال ممکن اینمی قضیه بازم تکرار شود. بعد از پروسه صلح ما چیکار میکنیم؟ انتفاضیه مالی خود داشته باشه. ما باید چیکار کنیم؟ اینمی بخش های مالی ما چی معنا میده که یعنی ما در اون وقت باید پیش بینی خود داشته باشیم و با شرایط، با تغییر شرایط ما هم منطبق باشیم. یعنی با تغییر در شرایط ما هم در شرایط خود باید چیکار کنیم؟ تغییرات داریم. و یا خدای نخواسته این وضعیت یک وضعیت بد میشه، باید بازم ما در نظر داشته باشیم که ما باید الاخره اون فعالیت هایی که آسیب پذیر اونها رو باید جمع کنیم و در ارتباط از اون باید ما چیکار کنیم؟ تصمیم بگیریم. در ارتباط با انعطاف پذیری های مالی لازم است که یک سری حرف ها و حدیث ها را ما باید در روی راپورهای خود باید ما منعکس کنیم. مثلا جریان نقده، ما باید این جریان نقده را ما باید در کجا در راپورهای مالی خود، در انعطاف پذیری مالی خود ببینیم که پرداخت های ما در گذشته چه رقم بوده و این انعطاف پذیری را ما باید در آینده داشته باشیم. در کجا؟ در پرداخت های خود، به خصوص در بخش نقده. دیگه گپ مهمی دیگه کیه که منابع اصلی ورودی باید در نظر گرفته شود. یعنی منابعی که مثلا داخل شرکت میشه یا امکانات یا فرصت هایی که ما در قد از او استفاده کرده میتونیم که باعث خلق عاید میشه با ما و اینا را ما در انعطاف پذیری های مالی خود در نظر داشته باشیم که بتونیم اگر در فرصت به عنوان یک فرصت جدید میه و از اینا خوب استفاده به اینا کرده بتونیم. خب دیگه چیزی که مهمه اطلاعات را باید ما فراهم کنیم به خاطر سرمایه گذاری بالقوه و اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان مفید واقع شود. بحث دیگری که امروز رقم گفتم و ایره در راپورهای مالی هم در او جلسه گفته بودم که گزارش های مالی ما باید نشان دهنده ازی باشه که به درد کسایی که خلاصه متقاضی ازی هستن، متقاضی ازی یا نه به درد کسایی که خلاصه برای ازی نیاز داره، ما باید اینا رو به یک قسمی برای اینا بدیم که واقعا مفید برای اینا واقع شه و اونا بتون ازی اگه استفاده خوب کنه برای بهبود زندگیشان. و بحث آخرش اطلاعات باید قابل درک باشه و قابل فهم باشه. اینطوری نباشه که اطلاعاتی را که ما در راپور اهداف راپور مالی خود یا در امی عامل های مهمی که در اینجا در نظر گرفتیم باشه و اینا خیلی گنگ باشه و از گنگ بودن از هیچ کس سودی به دست نمیاره و هر چقدر واضح و شفاف و روشن باشه برای تمام افرادی که به این نیاز داره ساده است و اونا را وادار میکنه که سریع و بدون مشکل تصمیم خود بگیره. درست مشکلات هست اما میتونه کمک کنه برای اینکه زودتر تصمیم بگیره و دقیق تر تصمیم بگیره. و این بحثایی بود که ما در این سه حامل مهم انعطاف پذیری عمل کرد و وضعیت مالی در خدمت شما عرض رساندم و امیدوارم که از شما یک چیزایی را یافته باشین و چیزایی را درک کرده باشین و این کمک کرده باشه برای درس شما و برای فهم شما. و من الله توفیق.